بر از این ویدیو دیگه آدم سابق نمیشید چرا؟ میبینی حالا منطقیه های گشنگای من خوش اومدید به این ویدیو من سجاد هستم به همراه صدف اینجا آمدیم که درباره پیشگوی دارک سیمسون ها صحبت کنیم بریم لتس گو خب صدف بریم سراغ مورد اول و محتمل ترین گزینه به نظر چیه؟ قطعا ترامپ 2024 قطعا از کجا میدونستی؟ به این نه راست میگی بله ترامپ 2024 همونطور که تو 15 نوامبر سال 2022 ترامپ اعلام کرد که باز هم برای ریاست جمهوری نامزد میشه بریم ببینیم با چه جمله کوبنده ای هم اومده In نکته جالب اینجاست که نویسنده های سریال میگن ما پیشگو نیستیم اصلا ما این کاره نیستیم ولی وقتی یه ماجرام رخ میده میان اذیت میکنن مثل الجین نویسنده ارشد سیمسون ها که اومده تویت زده همونطور که ما تو سال 2015 گفته بودیم خب میذارن وقتی که به دیگه مثلا وارد میشن آره. به دیگه اتفاقی؟ اتفاقی و به نظر ترام رای جمهور میشه یا نه؟ میبی هلمی پلیز مورد دوم حکومت هوش مصنوعی خب توی قسمت 17 فصل 23 سال 2011 درسته ما میبینیم که هومر پدر خانواده شغلش رو از دست داده چرا؟ به خاطر اینکه ربات ها جایگزین اون شدن ام. و جالبه بدونین که همین الان توی بسیاری از رستوران ها مخصوصا ژاپن ربات‌های های گارسون جایگزین آدم ها شدن درست گارسون ها شدن طبیعتا و همین الان توی نیویورک پلیس نیویورک ربات‌های های سگی رو اختراع کرده که به تعقیب خلافکارا در میان خود پلیس اختراع کردن آره خب پلسا دارن ازشون استفاده میکنن میدونی نکته جالبش چیه اینه که هوش مصنوعی تو سال 2023 خیلی رونق پیدا کرد و سر زبان افتاد ولی ها تو سال 2011 اونو پیش بینی کرده بودن یا حتی میدونی مثلا ربات های هوشمند جراح که به نظر من این مورد دیگه واقعا دار که آخه ما چطوری میتونیم چرا دار که خب تو چطوری میتونی مثلا جراحی بدن خودت رو بسپاری دست یه ربات من که بیشتر... مگه من میشه؟ آره من که بیشتر از آدم ها بهشون اعتماد دارم مشکل داری مشکل داری داریم زحمت میکشیم تو نمیدونی چه بعد سر ما آمده نکس لطفا درکش نمی کنم <laughs> بریم سراغ مورد سوم مریخ فتح می کند تو قسمت 6 فصل هفت سال 2015 می بینیم که لیسا دختر خانواده برای رفتن به مریخ اسم نویسی میکنه که اونم دولت آمریکا تبلیغ کرده بعد میبینیم که صفحه نشون خراب میشه و این سفر کنسل میشه ولی آخر قسمت چه <laughs> ولی آخر قسمت میبینیم که مردم تو سال 2051 و و دارن توی مریخ حدودن زندگی چند سال دیگه میشه؟ حدودا 26 سال به نظر 26 سال دیگه زندن منم میرم <laughs> با لیسا میریم با <laughs> ناموسن؟ تو تو حلوای ما رو نخوری نمی‌میری. خب میدونیم که ایلان ماسک هم همیشه این رویا رو تو سرش داشته و الان هم داره تو شرکت سپیس روش کار میکنه حالا صدف به نظرت نویسنده واقعا یه چیزی رو میدونن از ما مخفی میکنن به نظر من این انیمیشن یه انیمیشن معمولی نیست و دست های پشت پرده توش سهیم قطعا چون که نمیشه بلع بلع بلع. مورد چهارم غذای واقعیت مجازی توی یکی از این قسمت ها ما میبینیم که هومر و مارش دارن غذای مجازی میخورن چجوری؟ با که وز شده به عینک واقعیت مجازیشون بریم ما هم ببینیمش بریم بله. همین الان هم شرکت اروبانکس اس آر ام اکس داره روی یک پروژه کار میکنه ام. که نشون میده چه احساسات و ادراک ما میتونن مزه یه غذا رو برامون تغییر بدن مزه غذا رو تغییر بدن چجوری؟ آره؟ خب ببین مثلا الان یه سیب رو در حالت عادی بخوری یه سیب دیگه سیب میخورم خب ولی حالا فکر کن تو اینا که واقعیت مجازی داری که تو رو میبرن به گذشته یه سری احساسات رو برات پخش میکنن خب <ثلاث> <applause> یه سری احساسات رو برات پخش میکنن و قلقلکت میدن یه جورای اون موقع تو اون شرایط میتونه یه سیب یه سیب معمولی نباشه یعنی مزهش تغییر کنه و آره جالبه بدونی که مثلا الان همین الان دانشمندا توی دانشگاه کرنل آمریکا یه پنیر مجازی تولید کردن که حتی میگن واقعا لذت بخشتر از پنیر واقعیه صدف مورد چندمیم پنجم بودیم دیگه آفرین حواست هست دیوانگی هوش مصنوعی این ساخته دست های بشر لطف یا بلای جان قطعا بلای جان چرا چون که ما بارها دیدیم که ربات ها کنترلشون از دست انسان ها خارج میشه و خسارات زیادی جا و این از نظر من واقعا دارکه هیچ که نگرفته ما که ندیم واقعا دارکه یعنی تو میترسی؟ قطعا بله خب بذار یه چیز بهت بگم بیشتر بترسی <تصفح> چون که کمپانی گوگل مدیر ارشد خودش آقای بلیک لموین رو اخراج کرد چرا؟ چرا؟ واقعا چرا؟, چرا؟ چون که آقای بلیک لیموین برای تمام جهان آشکار کرد که آخرین هوش مصنوعی گوگل میتونه حس داشته باشه دیدی میگم دار که چیزها رو احساس دیدی میگم دار که, دار که و خب سیمسون ها هم اینو به همون قبلا هم گفته بودن توی اپیزود از سیمسون ها سال 1994 هومر دست خانواده رو میگیره به براتشون دیزنیلند البته یه ورژن ترسناک از دیزنیلند میرن اونجا حال کنن قتل عام میشن البته خودشون که کشته نمیشن ربات ها تبدیل میشن به ربات های قاتل و بقیه رو قتل عام میکنن میدونی چی برام وحشتناک تره اینکه همیشه فکر میکنم که با این کارتون ها و با این فیلم ها قرار ناخداگاه ما رو آماده کنن واسه همچین واقعیت قطعا همینطوره و اینه که منو میترس <applause> بترس الان نشون بده میترسی چشم <applause> مورد ششم ماشین های شناور توی قسمت 15 فصل 16 سال 2004 بارت پسر خانواده داره توی ماشین شناورش حال میکنه چیکار میکنه؟ لذت میبره از چی؟ از ماشین شناورش دارست. از شرکت سامسونگ اسکای انتظار میره که توی سال 2024 تولید انبوه ماشین های پرندش رو آغاز کنه چونکه چهارده ساله که داره روی این پروژه کار میکنه چهارده سال ا کمپنی نیمد سامسون اسکای وچ از بیسد ان اورگان از اکسپکتد تو بیگین دلیوریز اف ایت سوئیچ 2020 حالا سجاد من یه سال دارم از شما فکر کن که الان ماشین های پرنده <applause> حالا فکر کن که ماشین های پرنده رواج پیدا کردن و آسمون م. پر از این ماشین های پرنده هستن اون مسئله ترافیک و مثلا آلودگی و هوا چجوری میشه از نظر تو نمیدونم اطلاعی ندارم منطقی بود ولی خب فکر کن مثلا یه پلیس رو زمین ایستاده یهو به بالا نگاه میکنه راننده پراید بکش پایین <applause> بد شد که <applause> نیکس لطفا نیکس از غر از غر پراید بکش به مورد هفتم سیاه چاله فضایی تو فصل 24 سال 2012 همون سالی که میگفتن جهان قرار نابود بشه یه سیاه چاله فضایی تو شهر سیمسونا به وجود میاد و همه چیز رو داخل خودش میبله خیلی ها هم معتقدن که یک فاجعه قرار اتفاق بیفته ولی آیا سیاه چاله فضای اون فاجعه است؟ خب دانشمند ها که میگن نزدیکترین سیاه چاله فضای به ما 1560 کیلومتر فاصله کرجه. داره از نظر سجاد تهران کرج فاصلش با ما معادل 360 همت میگن یا همت بگن اشکال نداره بل. کیلومتر تصیح میکنم سال نوری سال نوری با ما فاصله داره که خب وقوعش رو تقریبا غیر ممکن میکنه آخه همیشه هم این شایعه بوده یعنی من یادم مثلا از یه سال دو سال پیشم هی مدام میگفتن که ممکنه یه شهاب سنگ بیاد نزدیک به ما که نمیدونم بشر رو منقرض میکنه و این همیشه یه شایعه علکی بود او خواهد آمد شاید <تصفح> جدیدا هم یه فیلم ایرانی دادم به نام تی. <تصفح> که یه دانشمند توش بود که اونم در مورد سیاه چاله فضایی به همون هشدار میداد ترشی نخوری ما هم یه سیمسون درون داریم حال ما هم زردیم لزومی نداره برای نمک به کشورهای دیگه متکی باشیم چون یک منبع نمک تموم نشدنی برای خودمون پیدا کردیم <تصفح> بله مورد بعد مورد بعد مورد آخر عدد مورد علاقه من هشت ریاست جمهوری ایوانکا ترامپ مثل اینکه نویسنده های سیمسون ها واقعا وابستگی زیادی به خانواده ترامپ دارن سال 2016 هومر یه پیکسل روی لباسش داره که روش نوشته ایوانکا 2028 حالا به نظر شما سال 2028 ایوانکا رئیس جمهور میشه؟ اگه بشه جالب میشه جالب میشه آره اگه بشه چیز جالبی در میاد و خب کلا سیمسون ها در مورد ریاست جمهوری زنان هم در آینده مم. پیش بهمون خبر داده بودن حالا باید ببینیم این اتفاق میفته یا نه کلا اگر ایوان کارای جمهور بشه سیستم آمریکا میفته دست خاندان ترامپ جالب میشه بله ممنون که تا مرسی انتا... که تا اینجا همراه ما بودید، زنگوله رو فعال کنید. اگه شما هم نظری نکته ای راجع به این کارتون دارید یا دوست دارید که کارتونی رو براتون نقل و بررسی کنیم، حتما توی کامنت ها برای ما بنویسید. مرسی از انرژی های خوبتون تا درودی دیگر بدرود. بدرود. ایسا.